سلام، درس 41 رو شروع میکنیم به عنوان سپوت and لژه، ورزش و سرگرمی. این کلمه یه لژه در انگلیسی امریکایی معمولا لیژه تلفظ میشه، لیژر. حالا هر کدومش شما بگید اوکیه، همه متوجه منظورتون میشن. خب بخش اول سپوت، ورزش ها رو میبینیم. اینجا شما یه بخشی از زمین فوتبال رو میبینید. به این آدمی که در داخل دروازه است میگن گول کیپر و یا گولی، گولی. و به تور دروازه هم میگن نت. تا اینجا اومدیم، تیر دروازه هم بگیم، بهش میگن گول پست یا پست، فرق نمیکنه. گول پست. بعد سکیز رو داریم. سکیز این دوتا در واقع چی چیه؟ اسکی به اینا میگین؟ همون اسکی. من چون ورزش حالا انجام ندادم نمیدونم به اینا چی میگین. و بعد اینجا هاکی رو داریم که به این چوبی که دستش هست میگیم ستیک. و اینم لباس شناس، میگیم سویمینگ کاستیوم. سویمینگ کاستیوم، لباس شنا. بیایم در این جدول. خب ورزش رو داریم، آدمی که اون ورزش رو انجام میده، فعلی که براش به کار میاریم و مکانی که اون ورزش درش اتفاق میفته. اتلتیکس، اتلتیکس، اثلیت، رن، جامپ، ثرو و ترک. حالا دونه دونه میام توضیح دم. اثلیتیکس، دقت کنید که این اس آخرش باید باشه. اینو فکر نکنید حالا مثلا دارم در مورد یه بخشی صحبت میکنم لازمه برش دارم. اثلیتیکس به دو و میدانی اطلاق میشه، به ورزش دو و میدانی که معمولا در انگلیسی امریکایی بهش میگن ترک اند فیلد. حالا این شامل چقدر ورزش هست؟ کلی الان میگیم. اثلیت هم به آدمی که توی این رشته فعالیت میکنه. دویدن، پریدن، پرتاب، ثرو. حالا بستگی داره که کدوم بخش هست، کدوم رشته از این دو و میدانی باشه، از این افعال استفاده میکنیم. و به اون محیطی هم که ترک رو به اونجایی که میرن میدونن میگیم این استیدیم، در یک ورزشگاه. موتور ریسینگ رو داریم، موتور سواری، موتور، بله همون موتور سواری، مسابقه سرعت موتور هست در واقع. ریسینگ درایور به چی بود اسمش؟ به موتور سواره میگیم. درایو و یا ریس، او ببخشید من دارم اینو اشتباه میگم، موتور ریسینگ این اتومبیل رانی است، من حواسم پرت شده است، به فارسی موتور میگم. خیلی موتور ریسینگ در واقع اتومبیل رانی است. اصلا در انگلیسی بریتانیایی به موتوریست، موتوریست میگن راننده. موتوریست کسی است که ماشین میرونه. موتور ریسینگ در واقع اتومبیل رانی، ریسینگ درایور راننده این مسابقه، و از فعل درایو رانندگی و ریس مسابقه دادن استفاده میشه. و به اونجا هم که به اون پیست هم میگیم ترک. بعد سویمینگ رو داریم، شنا، سویمه، شناگر، از فعل سویم شنا کردن و ریس. کلا ریس رو میبینید، مسابقاتی که سرعت هست رو با ریس به کار میبرید. و به استخر هم که میگیم پول. بخش بعدی باکسینگ رو داریم، بوکس، باکسه، بوکسور، باکس و یا فایت، بوکس، مشتزنی و یا مبارزه رو استفاده میکنیم. و به اون محیط هم که میگیم رینگ و یا باکسینگ رینگ. سکینگ، سکی کردن، سکیه، چی بهش میگیم فارسی؟ اسکی، کسی که اسکی میکنه. حالا فربش هم هست، وربش هم هست، سکی. و سکی سلوپس، سلوپس در واقع مکانیست که خلاصه لیز میخورن به سمت پایین میان دیگه، اون پیست اسکی رو میگه. فوتبال، این وقتی میگه فوتبال منظورش فوتباله، همون فوتبال ماست، اون چیزی که امریکایی ها میگن، اونا به یه چیز دیگه میگن فوتبال. امریکایی ها به فوتبال میگن ساکر. بنویسمش فوتبال، فوتباله، فوتبالیست. پلی، فعلش پلی هست.
و در کجا انجام میگیره؟ در حالا ما بهش میگیم استادیوم یا ورزشگاه، اما به اون زمین فوتبال میگیم پیچ. A pitch in a stadium. زمینی که در استادیوم قرار داره. بعد آیس هاکی رو داریم، هاکی روی یخ که بهشون میگیم پلیر یا کاملش آیس هاکی پلیر، فعلش هم پلی هست و به اونجا میگن رینک. دقت کنید رینگ نه رینک، به این ورزشگاه زمینی که روش آیس هاکی رو انجام میدن. بعد گولف رو داریم، گولف، گولفه و فعلش هم پلی هست. به زمین گولف هم میگیم کورس، گولف کورس، که حالا گولفش هم نگید اتفاقی نمیفته. باسکتبال، باسکتبال و یا بسکتبال فرق نمیکنه. باسکتبال پلیر، بازیکن باسکتبال، فعلش هم پلی هست و به اونجا هم میگیم کورت. کورت رو برای تنیس هم میگن، تنیس کورت اگه خواستید بدونین. به زمین تنیس هم همینو میگن. بیارمش بیرون اینو. سیلینگ، سیلینگ در واقع قایقرانی بادبانی هست. به اون آدم هم میگن سیل یا ملوان، فعلش هست سیل و در کجا انجام میشه؟ On the sea or a lake، در دریا و یا در دریاچه. در بخش language help نکته ای رو که تو کتاب اول خوندیم و اینجا دوباره مرور میکنه، میگه We play sports such as football, ice hockey, tennis, golf and basketball. میگه برای ورزشی مثل این از play استفاده میکنیم. مثلا I play football in the winter. I play basketball twice a week. We use go with other sports and activities, especially those ending in ing. میگه برای باقی ورزش ها اکثرا اونایی که تهش ing داره از go استفاده میکنه. یه قانون کلی بگم، این کلی ها یعنی استثناء فراوان داره. برای ورزش های تیمی توپی از play، برای ورزش هایی که ing دارن از go و اونایی که انفرادیان از do استفاده کنید. حالا بعدن متوجه میشید که بعضیشون هم استثناءاتی دارن. حالا مثال اینو بخونیم، میگه I go swimming in the lake during summer. من میرم شنا میکنم تو دریاچه زمان تابستون، در طول تابستون. و یا We often go rock climbing in the mountains. اغلب میریم rock climbing، صخره نوردی میکنیم در کوه ها. We use do with a lot of و یا with a bit of plus ing. خب اینم هست، اینم یک حالت ساختاری است دیگه. میگه میتونید a lot of رو بذارید، a bit of هم بذارید و یا یکی از این دوتا، خلاصه با ing. میگه I did a bit of sailing in the holidays. یعنی کلی قایقرانی کردم در طول تعطیلات. I don't do a lot of running these days. این روزا خیلی نمیدوام. یه بخشی از اون استثنایی که گفتم همینه. مثلا do رو میتونید به این شکل هم با ing بیارید. و در بخش آخر leisure activities، فعالیت‌های تفریحی. خب اولی کمپینگ رو میبینید که کمپ زدن در یک تنت یا چادر. rock climbing، صخره نوردی. جاگینگ، دویدن آرام هست جاگینگ. یوگا که خب همون یوگا است و going to the gym هم باشگاه رفتن و وزن زدن و این است. برای اینا مثال نوشته We often go camping in the summer and we usually do a bit of rock climbing as well. میگه اغلب در تابستون میریم کمپ میزنیم، میریم کمپینگ و یه کمکی هم rock climbing یا صخره نوردی هم انجام میدیم. My best friend goes a lot of does a lot of yoga. رفیق صمیمیم، بهترین دوستم، خیلی یوگا کار میکنه. She works out in the gym 2 or 3 times a week as well. هفته ای 2-3 بارم workout میکنه. Workout تمرین کردن، exercise. باشگاه رفتم میشه با workout باشه. My brother enjoys jogging. داداش من عاشق دویدنه. حالا دویدن به این سبک دیگه. And it keeps him fit. و این باعث شده که یک کل میزونی داشته باشه. Keep
somebody fit یعنی هیکلشو مناسب نگه داره، وضعیت جسمانی خوبی داشته باشه. My mom does a bit of jogging as well just for fun. میگه مادرم هم میره آروم دویدن و اینا رو انجام میده برای فقط لذتش. به جای اون میتونید for pleasure هم بگید. For pleasure. و آخری میگه که I'm afraid I don't do any exercise at all. I'm afraid اینجا معنی متاسفانه. متاسفانه. متاسفانه من هیچ فعالیتی انجام نمیدم. I do any exercise. I don't do any exercise at all. At all هم یعنی اصلا. من هیچ فعالیتی، هیچ تمرینی، هیچ ورزشی نمی کنم. خب، درس مهمی است. مشخصه به خصوص یک کلی فعل داره و نیاز داره که روش تمرین بکنید. تمرین های درس بعد و جلسه ببخشید صفحه بعد و انجام بدید و احیانا اگر مشکلی بود در کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.